سلام، کیوان هستم با یه ویدیو دیگه از سمور در خدمتتونم. فصل سرد شروع شده، من از پنجره دارم میبینم که چه طوفانی اون بیرونه و باید بریم کم کم سراغ عطرهای گرم. یکی از اون کتگوری های خیلی کارآمد تو فصول سرد عطرهای تنباکویی هستن. خب واریته عطرهای تنباکویی کم نیست، از باربری لندن که برسر مال سالها پیشه بگیر تا هزاران عطر نیش و ایندی نیش و دیزاینر و آرتیزان و همه جوره دارن، ولی یکی از خیلی محبوب ترین عطرهای تنباکویی که خیلی راجبش هم صحبت شده شرگی است، از سرژ لوتانس. قبل از هر چیزی من راجب نام شرگی بگم، من حتی مثلا شایعاتی شنیدم که فروشنده گفته که این بوی چرکی داره، یه بوی کثیفی داره، واسه همین اسمش چرکیه. در واقع شرگی این همچین چیزایی نیست، این همه شایعات و اخبار قهوه خونه ایه. شرگی در واقع به معنی شرقی اسم بادی هست، معذرت میخوام، که تو صحرای آفریقا میوزه. یه باد تابستونی موسمی و گرم با سرعت خیلی بالا که در واقع خشکسالی میاره، خشکسالی موقت توی فصول گرم. شرقی بخوایم بگیم در واقع این اون عطر این اون رایه هست که سرژ لوتانس در واقع با تنباکو، کاه، اکورد کهربا این عطر رو ساخته. اون چیزی که جایگاه شرگی رو برای من متفاوت میکنه نسبت به عطرهای تنباکوی دیگه اینه که چندان عطر تنباکویی نیست. یعنی نسبت به باربری لندن یا حالا الان تو ذهنم نمیاد دقیقا، عطرهای آرتیزان زیادی رو تست کردم ولی از عطرهای متداول بازار چیزی یادم نمیاد، تنباکویی اسمشون یادم نمیاد. اکثر عطرهای تنباکویی دقت کرده باشین یه بوی آلبالو مانند، یه بوی آروماتیک دارن، آروماتیک خوشمزه که شما رو یاد توتون پیپ میندازن. این یکی یکم فرق داره، یه بوی گزنده و نیمه فلورال داره، نیمه گلی داره. اون بوی گزنده حالتی سبز به این عطر میده که کاملا مخفیه تو بطن این کار، یعنی شما حالت سبز یا فرش یا حتی سبز آروماتیک هم حس نمی‌کنید، یا حالتی نیمه کلاسیک که تو بطن این کار در واقع خودشو استتار کرده و اون از کاه میاد. نوت کاه تو این عطر در واقع کپی کننده تنباکو هستش، تو این عطر تنباکویی استفاده نشده، در واقع اون کاه هست که داره بازی تنباکو رو در میاره. در کنار کاه برای گرم نگه داشتنش از اکورد کهربا، وانیل و دارچین و اینجور چیزا استفاده کرده و اون عنصری که خیلی مهمه تو این عطر و تو خیلی از عطرهای سرژ لوتانس مخصوصا میل ده بوا عسل هستش. اصلا تو عطرهای لوتانس یه حالت انیمالیک یا حالت حیوانی داره، دودی، خیلی قدرتمند و دومینانت است. تو شرگی هم دقیقا به همین حالته، یه حالت دودی، مرموز و میشه گفت شاید گزنده به کار میده که با اون در واقع تم لوکس و دلربای کهربایی وقتی قاطی میشه به اسرارآمیز بودنش یه خورده همچین اضافه میکنه. شرگی برخلاف خیلی از عطرهای سرژ لوتانس عطریه که خیلی قابل استفاده است، خیلی همه پسنده، همه دوستش دارن، خیلی تیز و زننده نیست و در این حال خیلی خاص میمونه، خیلی خاص. یعنی من تا امروز شاید به جرات بگم ندیدم عطری که مثل این باشه، یعنی حداقل بشه گفت که نزدیک به شرگی هستش، مگر مثلا تو برندهای آرتیزان یا خیلی این دینیشای خیلی خاص، خیلی کمیاب بشه چیزی رو پیدا کرد. موندگاری پخش و بوش خیلی بالاست انصافا، یعنی خیلی چیز نیست، خیلی خیلی عربده کش هم نیست، خیلی متناسبه، خیلی همه چیش اندازه گیری شده از شرگی. یعنی انگار که مثلا یه استاد اومده کاملا همه عناصر عطر رو دونه به دونه چیده به اندازه است، خیلی اندازه است.
راجبه عطرش، از اونجایی که این عطر حس میکنم، یعنی شنیدم، خودم ندیدم، شنیدم که فیکش هم زیاده، رنگ شرگی رنگ نسبتا میشه گفت آلبالویی سرخه که حالتی زنگ زده داره. نمیدونم الان شما میبینینش یا نه، حالتی زنگ زده داره و در واقع شیشش هم که کاملا میتونی ببینین، این لوگو جدید که سرج لوتانس اسمش بالاست و اسم عطر و پای میمیسه، در واقع سری جدیده این برچسب هستن. یه سری شایعاتی هم من جا داره قبل اینکه ویدیو رو تموم کنم بگم، راجع به اینکه شنیدم گفتن که مثلا دوستامون اومدن گفتن که رفتیم فلان فروشگاه، گفته که این دیسکانتینیو شده یا گفتن ریفورموله شده. ببینید این عطر ریفورموله نشده، اگرم شده باشه طوری نیست که شما بخواید حتی حسش کنین. عادتا شخصی مثل سرژ لوتانس که انقدر روی کیفیت رایه هاش حساسه، به این راحتی تن به همچین رزالتی نمیده و دیسکانتینیو هم نشده. شما میتونید خیلی راحت توی سایتش ببینید که هم 5 میلش هست هم شیشه های 75 میل زنگوله ایشون هستش، هنوز موجوده و هنوز داره فروش میره. تا جایی که میدونم هیچ کدوم از عطرای سرژ لوتانس دیسکانتینیو نشده، فقط امبر سولتان تو سال 93 ساخته شد دیسکانتینیو شد و دوباره تو سال 2000 ساخته شد، که اون اصلا ماجراش یه جور دیگه است، ربطی به این نداره. این شرکی بود، با ما باشین با ویدئوی بعدی در سمور.